آقا چند هفته پیش من این درباره گل زدن توی فیفا بهتون گفتیم و از اون موقع تا حالا مثل که یه سری بدبختو همش سوراخ کردید، اومدن به ما شکایت میکنن که چه خبره همش داریم توی فیفا گل میخوریم. حالا واسه همین امروز اومدیم بهتون بگیم که چطوری دفاع بکنید. پس اگر میخواهید دفاع توی فیفا 22 خوب بشه تا آخر این ویدیو رو ببین. سلام همه، من ارشی هستم و امروز گفتیم که میخوایم درباره دفاع کردن توی فیفا 22 صحبت بکنیم. اما قبل از همه من این سلب مسئولیت رو انجام بدم و بگم که توی فیفا 22 اصولا دفاع کردن خیلی چیز سختیه. شما هر کاری بکنی باز دفاع کردن چیزیه که نمیتونی کامل و 100% انجامش بدی. اما به هر حال یه سری نکات هستش که اگر اینا رو انجام بدی کارتو بهتر میکنی و باعث میشه راحت تر دفاع بکنی و خب کمتر هم گل بخوری. پس واسه همین امروز میخوام بریم سراغ اونا. شاید جامع‌ترین نکته که باید بهش توجه بکنیم اینه که کی اقدام بکنیم به دفاع کردن، چون این خیلی مهمه، اینو حواستون باشه. و خب این قلق داره که به مراتب و به مرور زمان میتونید به دستش بیارید. اونم اینه که آقا اگر بد موقع اقدام بکنید واسه دفاع کردن دفاعتون جا میمونه و این بدترین چیز توی فیفاه، چون اگه حریفتون یه مهاجم سرعتی باشه کارتون دیگه تمومه، رفته و تک به تک شده. پس باید حواستون به این نکته باشه که کی برید مثلا تک بزنید، استن تک بزنید، اسلاین تک بزنید، چون اگر زود بزنید باعث میشه که مدافعتون جا بمونه و مهاجم حریف بره، اگر هم دیر بزنید که بازم یا جا میمونه یا خطا میدید. همچنین برعکس اون چیزی که فکر میکنید، خیلی وقتا توی دفاع کردن فقط همین که توپو دور بکنید بره خوبه، کافیه. لازم نیست حتما توپو به دست بیارید و بتونید بعدش هم بازی‌سازی انجام بدید. همین که این توپو دفع کنید بره باعث میشه خطری که حریف بخواد روی دروازه‌تون ایجاد بکنه برطرف بشه. اما همین دفع کردن توپ باعث میشه دوباره توپ به حریفتون برسه. ممکنه بعضی وقتا واسه دروازه‌ساز بشه. واسه همین موقعی که میخواید توپو دفع کنید R1 نگه دارید و بعد دکمه شوتو بزنید. حالا اگه کلاسیک دایره، اگر مثلا آلترنیت مربع، R1 و شوتو بزنید باعث میشه که توپو بهتر و بلندتر دفع کنه و حتی این بعضی وقتا باعث میشه که شما زد حمله بزنید و توی زد حمله هم گل بزنید. یه مورد دیگه که باعث میشه که دفاعتون خیلی عقب بمونه و جا بمونه زدن بی مورد استندین تکل. به طور کلی استندین تک توی فیفا 22 خیلی کاربردی و خوبه، یعنی یکی از بهترین ابزارهای دفاع کردنه که به نظرم میتونید توی فیفا انجام بدید. اما اگر اون رو اشتباه بزنید یا تو زمان نامناسبش بزنید باعث میشه که دفاعتون همونطور که نکته اول گفتم خیلی جا بمونه و اصلا همه چی یهو کنفیکون بشه. واسه همین این تک رو فقط وقتی بزنید که مهاجم حریف بهتون نزدیکه، اینطوری باعث میشه که توپو راحت بگیرید ازش. و یه مزیت خیلی مهمی که نسبت به اسلایدین تک داره اینه که بازیکنتون زمین نمیمونه که بخواد تا پاشه کلی وقت بگیره. همچنین توی استنین تکل هم احتمال اینکه به حریفتون خطا بدید زیاده، واسه همین اینو جدی بگیرید استنین تکل رو، یعنی زیاد ازش استفاده بکنید، ولی حواستون هم باشه که کی استفاده میکنید، چون اگر بد مورد استفاده بکنید کلکتون کنده است. و یه نکته کوچیکی که در ادامه همین موردم هست بگم که اسلایدین تکل هم که حواستون دیگه خیلی باشه، چون که اگر اسلایدین تکل رو حواستون نباشه و بد بزنید دیگه اصلا دیگه تمومه، یعنی دیگه به حریفتون میگید بیا شما بیا برو گل بزن. فقط نواقعی استفاده بکنید که میدونید توپو میگیرید. یه مکانیک خیلی 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 کاربردی دیگه توی فیفا 22 هم استفاده از جاکینگ کردنه، که شما از مهاجم که میاد سمتتون L2 رو اگه نگه دارید و باش راه برید باعث میشه مدافعتون یه جورایی بچسبه مهاجم حریف ولی تو پاش نره که عقب بمونه، یعنی یه جوری میگیرتش و باش راه میاد. و اگه مثلا بازیکن حریف بخواد دیرید بزنه یا مثلا بخواد بدو بره، مدافعتون دیگه عقب نمیمونه بلکه همراهش همین تو داره میره. پس واسه همین اگر حمله دارن میکنن بهتون، یعنی مهاجمت شما اینجاست و مدافع شما اینجاست و مهاجم حریف اونجاست، L2 رو نگه دارید تا یه جوری کاورش بکنید تا شما هم دستتون باز باشه که اینوری برید اونوری برید دفاع کنید. حالا این سناریو رو در نظر بگیر که داری مهاجم حریف رو تعقیب میکنی. توی این مواقع
بهترین کاری که میتونی انجام بدی اینه که وقتی که داری دنبالش میدوی کنارش را میری دکمه اون استرین ترک حالا که معلوم نیست کدوم دکمه رو استفاده میکنی اونو بزنی. اونو که بزنی یه جوری بهش تنه میزنه یا لباسشو میگیری میکشه. این باعث میشه که بعضی وقتا بتونی تو بدنش بگیری یا حواسشو پرت بکنی یا باعث میشه که حتی پاسی که طرف میده اشتباه بره و این وقتی زده حمله میخوری واقعا معرکه است. تا حالا شده موقعی دفاع کردن دوست داشته باشید که آقا یکی دیگه هم کنارتون باشه، تنها نباشید، تنهایی به فنا نرید. خب فیفا 22 این امکان رو واسهتون فراهم کرده. توی دفاع کردن اگر دکمه R1 رو بزنید یکی دیگه از بازیکناتون که توسط هوش مصنوعی بازی کنترل میشه میاد کمکتون. دیگه چی به از این بهتر؟ خلاصه که آقا همه این نکته ها رو گفتیم. اگر بازم نشود دیگه آخرین امیدتون باید چی باشه؟ دروازه‌بانتون. اگر مهاجم حریف رد شد و تک به تک شد دروازه‌بان رو سعی کنید بیارید جلو. این کار خیلی وقتا باعث میشه که حریف هول بشه و شوت بزنه و این باعث میشه که دروازه‌بانتون بتونه توپو بگیره. اما خب اینو بگم اگر حریفتون کار کشته باشه چیپ میزنه و گل میشه دیگه. اما در نهایت اگر این کارو بکنید ممکنه حریفتون رو هول بکنید و این باعث میشه تصمیمات بعضن اشتباهی بگیره. خب با این نکته دیگه حسابی باید کارت تو دفاع کردن خوب باشه دیگه. بریم ببینیم چیکار میکنید. براستی یه خبر خوبم به آلتیمیت بازا بدم. میخوایم یه ویدیو درباره کارت های تیم آف سیزن که جدیدن اومده درست بکنیم، بررسی بکنیم ببینیم کدوم از این کارت خوب بوده، مخصوصا جناب تاریمی که جدیدن یه کارت تیم آف سیزن گرفته که اوف نگم براتون. خلاصه اگر این ویدیو رو میخواید ببینید حتما ازمون حمایت بکنید، کامنت بذارید، انرژی بگیریم و ویدیو رو درست بکنیم. پس تا اون موقع من ارشیادم از گیمرما، خدا نگهدار.